سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. عرض ادب با شما. انقدر جمله معترضه دارم نمیدونم از کجا شروع کنم. خب تعریف کنید، یه ذره خاطرات بگید، یه ذره حرفای حتما حتما مهران جان، که من از سال 87 افتخار شاگردیشو داشتم. خب یه دو سه سالی ازش دور بودم به علت هجرت اجباری، حالا اسمشو میذارم. ولی خب من همون سال اسمشو گذاشتم سبای زمان، اگر یادشون باشه بچه ها، چون واقعا سبای زمانه. مهران، من همیشه اگه به اسم کوچیک صدا میکنم پوزش میخوام، اینقدر نزدیک میدونم دارم صدا میکنم. همیشه تو منزلم گفتم سبای زمانو من تو زمان خودم دیدم، مهران مهتدی، بر هیچکی پوشیده نیست. واقعا من چند وقت، دو سه هفته پیش که از مهران تو سالن فردوس دیدم، ویولون دستم بود و واقعا دستم خوش شد، چون من شاگرد ایشون هستم تو ویولون و افتخارم میکنم که شاگرد ایشون بودم تو ویولون، به خاطر اینکه سبک استرخان ملک رو دوست داشتم و دوست داشتم سبک ایشون بزنم. خب ایشون سبک استاد یا حقی خیلی و بدیهی خیلی مورد نظرشون بود، ولی به هر صورت به من درس دادم و بدون هیچ دریافت پولی. اینو عرض کنم، یه قرون از من و خیلی از شاگرداش پول نگرفتم و یه ویولون خیلی خوب به من هدیه دادن. هافنر آلمان سال 80 کلی قیمتش بود و هنوزم دارمش و تو اتاقم هست. بهترین اجرامو با استاد ایرج با ساز مهران زدم، خودشون میدونن. عرضم به حضور شما که خانم روز، من بزرگترین شانسی که داشتم تو زندگیم شاگرد 4 تا، البته من استاد به خود زیاد ندارم، ولی 4 نفر تو زندگیم خیلی خدا منو دوست داشته که سر رام گذاشته و تلمس کردم. استاد اکبر گلپایگانی، استاد ایرج، استاد مهران مهتدی، استاد فریدون حافظ. من از 4 نفر از این بزرگان تلمس کردم و بسیار یاد گرفتم. و یه جمله معترضه بابت آقای سوری بگم، که چون اسمی از استاد منو بردن، فریدون خان حافظی، باید عرض کنم که آدمی فرق بین دانشکده امروزی، که من خودم دانشکده موسیقی میرفتم، به خاطر همین فضای مریضی که دانشکده موسیقی داشت ترک دانشکده کردم. بخوام عرض کنم که فریدون حافظ الان زیر خاکه و ما درست نیست که با بوسخن یادی کنیم از فریدون حافظی، که خب یه بزرگی بوده برای خودش و خواهد. ایشون هم از من 9 سال بابت آوازی که درس دادن یه قرون پول نگرفت، فریدون حافظ. خواستم دفاعی کنم از استادم که الان در قید حیات نیست و وظیفه دونستم که بگم که فرق بین دانشکده امروزی و بچه گلها تو همینه که به راحتی از این بزرگ رد بشی و خند ازش یاد بکنیم. خودش رو رحمتش کن. ضمن این که با آقای نصیب، اگر که دوستان اجازه بفرمایید، معذرت میخوام، ببخشید، اجازه اگر من پوزش میطلبم، اگر اجازه بفرمایید، برنامه ها چون خورد میشه، ادیت میشه، اگر میان صحبت هم بیایید برنامه پخش نمیشه، پس اجازه بدین جناب تنها شما ادامه بدین، بعد دوست عزیزمون در آخر برنامه اگه صحبتی داره. آقای نصیب هم که خب از دوستان ما هستن، خیلی هم ارادت دارم خدمتشون، ولی من خواننده رادیو تلویزیون که از سال 83 خواننده رسمی تلویزیون هستم، بله، وقتی آواز زنده تو تلویزیون میخونن به من گیر میدن، میگن چرا سبک ایرج میخونی، چرا سبک گلپا میخونی، پس شما دنبال چه پیشرفتی هستی در آواز ما؟ خب پیشرفتی نمیبینیم. چرا باید ارکستر ملی ما فقط از تک محصولی بودن یه خواننده استفاده کنه، که فقط از یه سبک، فقط از ارکستر ملی شما شنیداری داشته باشه و اونا سبک آقای شجریان؟ چرا سبک محمودی خونسری نمیشنوی تو ارکستر ملی؟ چرا سبک بنان نمیشنوی؟ چرا سبک زلی نمیشنوی؟ چرا سبک اصلا نیست؟ چرا باید من وقتی تلویزیون میخونم به من بگن که چرا سبک ایرج محمودی خون، مگه اینا چه گناهی کردن؟ اینم خواننده بودن درست خودشون. چرا؟ من یه بیت برای شما میخونم، ببینید ایراد این بیت آواز من چیه که جلوی آواز منو میگیرن. میتونم خواهش کنم برام بخونین الان؟ بله. اینجا که میتونین بخونین. 90 سالشونه، الحمدلله نفسشون میاد، سر حال همیشه هم گفتم ستون آواز استاد ایرج عزیزم، که خیلی لطف داره به من و کوچیکش هستم، استاد گلپایگانی عزیزم که همیشه در خونش 43 سال باز بوده به روی همه،
مهمانی میان میرن میان میرن. میخوام یه بیت براتون بخونم ببینید آواز من چه ایرادی داره که نباید پخش بشه. اجازه بدین من قضاوت کنم، شما اینجا بخونید الان. بله من میخونم. مهران جان چه دستور برات بخونم؟ شما بفرمایید. والا همه چیز عالی میخوندی. پریشم که ایرج رو برداشتی آوردی، ممنونم ازت. خواهش میکنم. ایرج رو بعد از یه ما دیدم ولی نخوندی پریشم رو، باید یکم شروع. حالا امشب تلافی کن بخونی. شما بخونی. شور بخونم. من یکی دو بچه شور میکنم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. جان جان حبیب من. از دم چنان روح به موسیقی ده، مرد دل را به سر عشق را خیار بیا. سرتون رو درد آوردم. احبا عالی خانم رو استاد مختار جان، کاش نبودی که من ویولون میزدی. ویولون همرون نیست مهران جان. خانم روز، استاد مهتدی دغدغه بعد از انقلاب همین دردایی که ما داریم میگیم، که موسیقی ما اینی نیست که شما دارید میشنویم. موسیقی ما داره پتانسیله، موسیقی ما داره شعرهای قشنگه، موسیقی ما داره تکنوازیهای قشنگه، حال زیبا، اصلا قیل و قال ما داریم میشنویم. 43 ساله حالی نمیشنویم. خب کتک زدن ساز، خب ما البته استاد گلپگونی همیشه ما میگه ما کسی رو نقد نکردیم و رد کنیم، اونا رد کردن و نقد کردن. اینه درد مشترک من و مهران، اینه. ما نگفتیم فلانی بد ساز میزنه، ما گفتیم چرا در نبود فلان کسک شما بولد شدین. ما دردمون اینه. چرا باید الان هنرمندان ما دخ کنن؟ چرا کسی میره سراغ استاد گل پایگانی درد دلشو بشنوه؟ آقای نصیری بله خیلی هم مصاحبه خوبی داشتن ازش، ولی درد دلی نکرد گل پایگانی. الان کسی خبر داره اصلا استاد من مریض احواله؟ اصلا کسی درد دل آقای ایرج خبر داره؟ یه سری بهش زدیم؟ مریضی مریض نیستی، من باید دستشو بگیرم ببرم آزمایش خون، آزمایش چکاب قلب، مغز، فلان. فقط این که بگیم داتا داتا بعد از انقلاب شکوفایی داشتیم، نوآوری داشتیم. نه، بعد از انقلاب با حال موسیقی اون از بین رفته. بله به هر حال من که لذت بردم از صداتون و واقعا برای من یک حالت خیلی خاصی داشتش و بهتون تبریک میگم. تریبون خودتونه، من بیشتر معتقدم که این همه هنر شما دارید، این صدای زیبا رو دارید، با این بزرگان در تماس هستید. آغاز نوبی نیست، از الان شروع کنید. نمیذارم. ببینید این تریبون تریبونی هستش که متعلق به خود شما و همه عزیزان هست.
من امریکای شمالی بزرگ شده یا اینجا دارم زندگی میکنم equal opportunityه. جناب ایرج اینجا دعوت داشتن، قرار بود قدم بر چشمان ما بگذارن. بله. و تمامی بزرگان واقعا متعلق به خودشون این مجموعه. من بعضی وقتا میبینم که الان دوست عزیزم رو اینجا دارم میبینم، جناب دارابی اینجا حضور دارن، به حال ایشون با تمام دغدغه هایی که دارن در خارج از کشور زندگی میکنن، برنامه حقوقی که دارن، ولی کارهای فرهنگیشون رو رها نکردن. و همین مجموعه ما یک مجموعه فرهنگیه، سیاست و مذهب و همه این داستان‌هایی که متعلق به هر کشوری هست و کنار می‌ذاریم. اینجا ما در خدمت شما موزیسین‌ها، موسیقی‌دان‌ها هستیم و ازتون می‌خوایم که، و من یک داوطلبم، من و تمامی این تیم پشتیبانی داوطلبانه مثل خودتون که این همه خدمت دارید می‌کنید به بزرگان هنر که نام بردید و بزرگان ما، ما هم در کنار شماها، من میگم آغاز نوینی است. اجازه بدین که موسیقی صدای شما رو، صدای شما رو من بشنوم و ماها در جهان بشنویم و استفاده کنیم. از امروز روز دیگری موافقی؟ سپاسگزارم مهران جان، ایشالله که سایت بر سر موسیقی و ما باشه. خاک پای شما و استادان عزیزم اکبر گلپایگانی و ایرج خواجه‌امیری هستم و خواهم بود. ممنونم، زنده باشید جناب تنها.